خانم‌ها، آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود می‌فرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم می‌کنم. از روز سه‌شنبه، همیهنان گرامی، که من در برنامه خودم اشاره کردم به اینکه 36 سال بعد از انقلاب آخوندی در ایران، چون من معتقدم که زمانی که بختیار به نخست وزیری رسید، همه اون خواسته های مردم ایران رو بختیار میتوانست انجام بده، چون هم سابقه فعالیت ضد فاشیسم و آزادی خواهی رو داشت در فرانسه، در شورای ملی، در شورای ملی مقاومت مردم فرانسه بر علیه آلمان هیتلری، و هم سابقه طولانی داشت در مبارزه برای رسیدن مردم به حقوق خودشون. بنابراین مردم ایران در تظاهرات نسبتا وسیع خواهان این بودند که آزادی های مصرع قانون اساسی در مملکت حاکم بشه. برای این کارم، همونطور که بارها صحبت کردیم، دکتر بختیار، سنجابی و فروهر یه نامه نوشتن به محمد رضا شاه، و در اون نامه خیلی محترمانه با این خطاب که اعلی حضرت قانون اساسی میگه که مملکت بایستی به دست نمایندگان و نخست وزیر منتخب اونها تعیین بشه، احزاب آزاد باشن، سندیکاها آزاد باشن، انتخابات آزاد باشه، مطبوعات آزاد باشن، ولی متاسفانه از مدت‌های مدید تمام این قوانین زیر پا گذاشته شده. شاه به این نامه اهمیت نه تنها نداد، بلکه نویسندگان این نامه‌ها را هم دستگیر کرد. تا زمانی که تظاهرات اوج گرفت، تقریباً یک سال بعد از این نامه، و همطور که واردید، ابتدا در انستیتو گوته شعرا، نویسندگان و مخالفین جمع شدن و شبهای شعر گذاشتن، و بعد در گوشه و کنار در دانشگاه‌ها، در شهرهای مختلف، تا اینکه مله‌ها و آخوندها وارد صحنه شدن. خب با اون وضعیتی که آخوندها داشتن، مساجد، هزاران نفر آخوندی که بتونن در منابر حرفای خمینی رو منتقل کنن، حرفای این آخوندها رو منتقل کنن، بودجه عظیم بازار تهران و کسانی که مردم رو میچاپیدن ولی با خمس و زکات به آخوندها سعی میکردن که خدا و دستگاه پیامبر رو، نمیدونم، اهل بیت و اینا رو هم گول بزنن، آخوندها از یک موقعیت برتر نسبت به همه سازمانهای مخالف برخوردار بود. به اضافه این که در زمان محمد رضا شاه، اداره اوقاف، ساواک، همکاری‌های تنگاتنگ با این آخوندها داشتن، تا اینکه خمینی، نه به خاطر، بعدها معلوم شد دیگه، نه به خاطر مردم ایران، بلکه به خاطر اینکه قدرت رو می‌خواست. تا اون زمان، به جز زمان رضا شاه، در از صفویه به بعد، همیشه آخوندها یک ستونی از حکومت بودن. فقط در زمان رضا شاه بود که این موقعیت بهشون داده نشد و اونا رو وادار کردن رفتن کنج خونه هاشون نشستن. ولی در زمان محمد رضا شاه، از اونجور که خود محمد رضا شاه آدم مذهبی بود و تو کتابش هم اشاره میکنه، دوباره اینا موقعیت پیدا کردن. حتی کار به اونجا رسید که آیت الله قمی رو
زمانی که محمد رضا شاه بعد از 28 مرداد یا بعد از رسیدن به سلطنت دعوت کرد که از نجف به تهران برگرده و او شرایطی قائل شد که در مدارس فقه باید درس داده بشه، از این حالا بحث رو نمیخوام اینطوری بکشم، و آخوندا شروع کردن دوباره پروبال گرفتن، تعداد مساجد زیادتر شد، حوزه های علمیه تقویت شد، دولت بهش کمک کرد، حتی آخوندا رو سربازی نمی بردن. اما همیهنان گرامی، زمانی که این تظاهرات شعله ورتر شد، شاه به طرف میلیون آمد، ابتدا از سنجابی که من خودم در نفرشات شاهد بودم، آقای حاجی مانیان با آقای سنجابی آمده بود نفرشاتو، چند تا دانشجو بودن، آقای بنی صد، آقای قدساده، آقای یزدی، آقای طباطبایی، آقای حبیبی، اینا همه در اونجا بودن و اینا عضو جبهه ملی نبودن، عضو نهضت آزادی بودن اکثرشون، و معتقد بودن که در این شرایط تاریخی هر چه زودتر آقای سنجابی باید بیاد یک اعلامیه مشترک با خمینی بده تا مردم ایران مطمئن باشن که میلیون ایران و مذهبیون در یک جبهه بر علیه دیکتاتوری شاه می‌جنگن. این نظر کسانی بود که دوروبر آقای سنجابی بود. من خودم شاهد بودم که آقای مانیان و چند تا از این آقایون مثل بنی صد رو، مثل قدساده، اینا به سنجابی میگفتن اگر با آقای خمینی شما این بیانیه مشترک رو امضا نکنید، دانشگاه و بازار از جبهه ملی جدا میشن. آقای سنجابی تحت تأثیر اینا قبول کرد و پذیرفت که یک اعلامیه‌ای بنویسه که آقای خمینی هم امضا کنه. اعلامیه رو نوشتن، آقای سنجابی امضا کرد. آقای خمینی از اونجا که رندی آخوندی داشت بیانیه رو امضا نکرد، تو در شأن خودش نمیدونست، خوند اعلامیه رو و گفته بود خوبه، و سنجابی آمد تهران، مصاحبه هم کرد و بعد از یه مدتی گفت من پیشنهاد شاه رو رد کردم. بعد شاه به دو نفر دیگه از میلیون ایران، یعنی دکتر صدیقی و دکتر بختیار، که هر دو آدم های سکولار بودن و مطلقا با آخوندا سر آشتی نداشتن، با اینا صحبت کرد. مرحوم دکتر صدیقی به شاه گفته بود من به یک شرط حاضرم نخست وزیری قبول کنم، و اونی که اعلیحضرت برن در کیش حضور داشته باشن در ایران، همه امکانات هم در اختیار شما میذارید، خودتون پادشاه هستین دیگه، مواظبت میکنن، بهترین پزشکارم میارن، برای اینکه ارتش به شما سوگند خورده و امکان نداره زیر بار کسی دیگه بره. شاه میخواست از ایران بره، بیماری از یک طرف، شوک تظاهرات میلیونی از طرف دیگه، شاه رو بسیار نگران کرده بود و سرخورده، پذیرفت بره، و بختیار این وسیله رو در اختیار محمد رضا شاه گذاشت، گفت میل شما سلازر، میتونید تشریف ببرید یا میتونید بمونید، و شاه رفت. زمانی که بختیار آمد در اون مدت کم ساواک رو منحل کرد و گفت من اداره اطلاعاتی به وجود خواهم آورد که فقط کارش در اطراف مبارزه با جاسوسان خارجی باشه، نه سرکوب مردم. آزادی کامل به مطبوعات داد، اونایی که در زمان بختیار بودن یادشونه که تمام مطبوعات آزاد بودن در اون 37 روز. مجلس تبدیل شده به صحنه‌ای که در فحش دادن به رژیم گذشته با همدیگه کورس گذاشته بودن،
دیگه طوری شده بود این اواخر آقای پزشکپور اینا میگفتن دیگه ما اپوزیسیون قبول نمی‌کنیم، چون همه این وکلای رستاخیزی ناگهان یک شبه همه انقلابی شدن. ما از این خاصیت‌ها داریم دیگه، حزب باد همه اینا به بختیار حمله می‌کردن، فوش می‌دادن و مردم قهرمان تهران، حالا همینا که همه میگن ما نبودیم، میلیونی دم وزارتخونه‌ها وایساده بودن و وزرای بختیار رو راه نمی‌دادن. و زمانی که خمینی گفت بریزین تو خیابونا و شرایط حکومت نظامی رو نقض بکنین، میلیون ها نفر ریختن تو خیابونا که واردید. فیلم های دیگه از حال من به تو نشون میدم. من همه این صحبت ها رو کردم همیانان گرامی برای این موضوع. ما وارد 37 سال انقلاب شکوهمند آخوندی شدیم، چون به عقیده من زمانی که بختیار آمد دیگه باید مردم ایران میپذیرفتند که با یک رفرم بختیار به حکومتش ادامه میداد، به نخست وزیریش، تا زمانی که شرایط عادی میشد احزاب شکل میگرفتن، سندیکاها شکل میگرفتن و در یک انتخابات دموکراتیک با نظر مجامع بین المللی مردم ایران رأی میدادن که باید چی کار بکنن. ولی آخوندا اینطوری نبودن. آخوندا حالا آمده بودن تو مملکت، خمینی هم تونتون اعلامیه میداد، بعدم گفت من میخوام برگردم ایران، که برگشت، تو دهن حکومت میزنم، من حکومت تعیین میکنم. بختیار، شادروان بختیار در آخرین لحظات گفت آقای خمینی اگه به عنوان یک دگراندیش میاد قدمش رو چشم میتونه بیاد، ولی اگر کسی باشه که بخواد حکومت تعیین کنه من زیر بار نمیرم. ایشون رو اگر قدرت میخواد من میتوانم در قم براش یه واتیکان درست کنم، بره اونجا هر کاری میخواد بکنه تو قم بکنه. ولی همین مردم ریختن بختیار نوکر بی اختیار، بختیار شیره‌ای، از این حرف، در حالی که این مرد حتی سیگار نمیکشید. بگذاریم، گفتن میلیون ما رو گول زده، همه مردم، آدم عقبی یه نفر میکرد تقصیر رو بنزه گردن، ما که شعور نداشتیم، این روشنفکر ما رو گول زدن. حالا اگه یه روشنفکری مثل مصطفی رحیمی برداشت نوشت که آقا من صدای پای فاشیسم رو میشنوم، از آخوند شما توقع دموکراسی نداشته باشید، بلایی سرش آوردن. همین آدم هایی که میگن ما که شعور نداشتیم، که رحیمی هر شب یه جا میخوابید از ترسش تا بعد از یه مدتی دق کرد و مرد. شما جرأت نداشتید بین این مردم بگید خمینی تکه پارتون میکردن. حالا همه کی بود ما نبودیم. آقا این روشنفکر آمریکا بود، کارتر بود، گوادالوپ، ما رو رفتن اونجا گول زدن. همه اینا که من تو خیابون عروسک بودن، اصلا مردم نبودن. به قول داریوش همایون میلیون ها نفر آمدن تو خیابون. خب حالا اون موقع جبهه ملی و روشنفکراب و گوادالوپ و کارتر و اینا شما رو لو داد، شما رو گول زد. حقا چی؟ میلیون ها نفر ریختین تو خونه هاتون، میلیون ها نفر، همه امید بسته بودید به یه آدم شالاتانی که میگفت من با 50 تا هواپیما شما رو برم تو تهران. یه نفر نپرسید آقا از یک کاپیتان، از یک خلبان، آقا شما میخوای هواپیما رو ببری ایران، از آسمان این کشورها عبور میکنی، نباید اجازه بگیری، نباید مقصد تو بگی. همه نشسته بودن آقای حخامت چشو اینطوری میکرد. خیلی از ماها بودیم میگفتیم آقا شاید رفت. ما ملتی هستیم که خیلی زود میشه سر کارمون گذاشت، باور کنیم. نه همه آقا، خیلی همونه، همین الان هم همینطوره. هممونم در وطن پرستی بی نظیری. تا
تاریخمون، آریایی هستیم، کوروش فلان اینا. خب همه اینا رو میخوام بگم برای این. درست در شرایط فعلی که این حکومت تمام توانش رو گذاشته برای اینکه جلوی ماها رو بگیره، جلوی تلویزیونا رو، رادیوهای سیاسی رو که به اندازه انگشتای منه، یه دست انگشت، ما رادیو و تلویزیون سیاسی نداریم، 5 تا 6 تا رادیو و تلویزیون، اونم همه این کارایی که شجره و همکاران من میکنن رو نمیکنن. بهتون بگم، بعضی ها خیلی با احتیاط، بعضی ها خیلی بلند بلند و فریاد ولی بی نتیجه، اختلاف اندازی، نمیدونم اینا فلانن اونا فلانن، کمتر به جمهوری اسلامی بنا، بیشتر به خودمون. بگذاریم، شما این 4 تا 5 تا تلویزیون رو از جمله پارس، من حالا به خودمون میگم، برای تقویتش، برای اینکه بتونه به این مبارزه مردم ایران شکل بده، یک پلی باشه بین مردم در داخل و ایرانی ها در خارج و همچنین افکار عمومی جهانی، این ما بودیم، این تلویزیون ها و رادیوهای سیاسی بودن که بسیاری از آدم ها رو که حالا نمک‌کور شدن و اصلا به این چیزا توجه، مثل آقای اکبر گنجی، مثل سازگارا، مثل خیلی از اینا که در ایران مورد مخالفت رژیم قرار گرفته بودن، ما راجع به اینا تبلیغات کردیم، ما اینا رو تو دنیا معروف کردیم که زیر شکنجه رژیم جمهوری اسلامی هست. به قول دکتر نوری‌علا میگه اگه آقای گنجی رو ماها اینجا تبلیغات نکرده بودیم، میومد تو فرودگاه نیویورک بعد میگفت آقا یه هتل ارزون قیمت که شبیه مثلا 15 دلار باشه میشناسیم؟ ماها کاری کردیم که آقای گنجی رو فرش قرمز انداختن، در بهترین مراکز علمی بردنش، جایزه های 500-600 میلیون دلاری دادن، بعد اومدن اینجا به ما میگن کسایی که پرچم شیر خورشید دستشون رو برن اون بر بایستن، و خیلی هم خیال کردن روشنفکری برن طرف آقای گنجی. مردمی تماس داریم، این استودیوهایی که، تلویزیونهایی که 4-5 تا ماهواره هم دارن، فیلم های ترکیه دسته 8 هم پخش میکنن، بریم ببینید چه خبر آگهی هاشون. چرا به ما آگهی نمیدید؟ چرا به تلویزیون پارس کمک نمی کنید؟ حق ما نیست از شما تقاضای کمک کنید؟ فقط بشینید نگاه کنید بهبه و چهچه، همین وظیفتون تموم میشه، این واقعیته. من اون روز آمدم اینجا خواهش کردم، 15 نفر تلفن کردم، مرسی، خیلی ممنون، 30 دلار 20 دلار، بازم ممنون، ولی واقعا ارزش یک تلویزیون سیاسی که همه امکانات و توانش رو میذاره اینه؟ در برابر چه رژیمی؟ رژیمی که میلیاردها پول داره و برای نابودی مخالفانش همه این امکانات رو به کار میگیره، پول، ترور، چاقو کشی، فحاشی، همین، من صحبت همینه. حالا میخواید تلویزیون ما رو تایید کنی یا نه، این بستگی به خودتون داره. اجازه بدید که عکاسای خبرگزاری اسوسییتد پرس از ابتدای انقلاب 57 تا به حال فیلم عکسای تهیه کردن که اینا رو گذاشتن، جالب عکس ها، اجازه بدید این عکس ها رو براتون پخش کنیم.
خب امیانان گرامی ملاحظه فرمود، عکسای جالبیه، اما سالگرد انقلاب آخوندی در ایران یک گزارش هست که گذر انقلابیون از بختیار تا جمهوری اسلامی، اینم فیلم جالبیه، نگاه کنید که اینا چه حرفایی زدن، چه اعمالی کردن و مملکت ما رو به کجا کشوندن، نگاه کنید. زمستان 57، ماه اول به پایان نرسیده، شاه ایران را ترک کرد. یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. شاپور بختیار سمت نخست وزیری را بر عهده داشت. وقتی هم آمدند اگر برنامه هایی دارند و ارائه میدهند با کمال احترام ما گوش خواهیم داد. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام مشکلات. بختیار امیدوار بود با اصلاحاتیشون آزادی مطبوعات، اعتراض ها کاهش یابد. همزمان 12 بهمن آیت الله خمینی و همراهانش از پاریس به ایران آمدند. معترضان گروه های مختلفی بودند، از مذهبی ها تا گروه های چپ و مجاهدین خلق. اختلاف نظرها جدی بود، اما مخالفان حکومت شاه وقتی پیروزی را نزدیک دیدند اختلاف را کنار گذاشتند. مبنای وحدت ما که رژیم خوشدل مذهبی و جزنی مارکسیست را کنار هم به مسلسل بستند. چنین شد که حتی مهدی بازرگان و صادق خلخالی کنار هم قرار گرفتند. من ایشون را معرفی می کنم که ایشون رئیس دولت باشند. آیت الله روح الله خمینی دولت موقت را منسوب کرد. 22 بهمن که انقلابی ها پیروز شدند، تصفیه حساب ها شروع شد. پس از انقلاب شکوهمند ملت ایران، اعدام ها و برخورد با بستگان حکومت سابق، کمی بعد هم که روحانی های نزدیک به آیت الله خمینی دیگر گروه ها را از قدرت کنار زدند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا. بله، اما فیلم دیگری هست، اجازه بدید اینم پخش بکنیم. جوانان ایران 36 سال پس از پیروزی انقلاب، ببینیم حالا چجوریه وضعشون. تهران 36 سال پس از پیروزی انقلاب 57، جوانان شهری که مرکز انقلاب و سرنگونی نظام سیاسی پیشین بود، حالا دغدغه‌شان چیست؟ 36 سال پیش جوانان خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر ایران را به تسخیر درآوردند تا نظام جدید برپا سازند، نظامی که حتی سرشناس‌ترین رهبران و فعالان سیاسی مخالف حکومت پهلوی هم نمی‌دانستند چگونه نظامی خواهد بود. نظام سیاسی جدید جمهوری اسلامی ایران حالا سال‌هاست که دیگر نظامی شناخته شده است، اما این نظام که در ابتدای پیروزی‌اش از جوانان می‌خواست که شاه را سرنگون کنند و سپس روانه جنگ ایران و عراق شوند، حالا چه خواسته ای از جوانان نسل فعلی دارد؟ جوانان امروز از حکومت چه میخواهند؟ جوانانی که نه تنها بعد از 36 سال به هیچ وجه به آرمانهای انقلاب اسلامی خودشون نزدیک نمیبینند، بلکه شکاف، علاوه بر شکاف سیاسی، یک شکاف فرهنگی و نسلی عمیقی بین خودشون با اصیل و ارزشها و الگوهای انقلاب اسلامی حس میکنند، به شدت روی برگردان، روی گریزان از در واقع ارزش‌ها و الگوهاییست که حکومت اون رو تبلیغ میکنه. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در یکی از مشهورترین سخنرانی‌های خود همزمان با ورودش به ایران گفته بود که نسل‌های پیشین حق تصمیم گیری برای نسل فعلی را ندارند. این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. در جریان جنبش سبز بلافاصله این نارضایتی نسل جوان الگوی متفاوتش به یک جنبش شکوفا تبدیل شد، اما با سرکوب و سرخوردگی اون
در واقع امروز بیشتر در خود رفته. نوعی آتش فشانی زیر خاکستر. با این حال گرچه مشخص نیست که چند درصد از جوانان ایرانی با نظام سیاسی برآمده از قانون اساسی نوشته شده در سال 1358 موافق هستند یا مخالف، همچنان باید از تصمیمی که آن نسل برایشان گرفته است پیروی کنند. کوروش صحتی، صدای آمریکا. خب این انقلاب شکوهمند همیانان گرامی انجام شد. بختیار نوکر بی اختیار رفت. آیت العظمای کذاب دروغگو به ایران آمد و زیر همه قولهاش رد و گفت من خدعه کردم. اینهایی که در حکومت هستن، من خجالت میکشم بگم دولت مردان، چون اون قبیله مجلس که یه عده بله گو هستن که تابع رهبر واقعی داعشن، اون کسانی هم که در رأس امورن مثل احمدی نژاد و مثل حداد عادل و اینا هم که آدم اصلا خجالت میکشه بگه اینا دولت مردن، کسانی که عنوانهای قلابی هم رو خودشون میذارن، دیگه گندش در اومده همه جا. اما همه اینا معتقدن که ایران یکی از آزادترین کشورهای جهانه. خب چی بگن؟ بگن بده، بگن دیکتاتوریه، بگن استبدادیه. اما همه آمارا و همه شواهد نشانه اینه که ایران از نظر استبداد در رأس خشنترین کشورهای استبدادیه. به این فیلم نگاه کنید، ایران در میان غیر آزادترین کشورهای جهان. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش اخیر خود رتبه ایران در سال 2014 را همچون سال گذشته 173 و در میان غیر آزادترین کشورهای جهان در آزادی رسانه‌ها قرار داد. در این فهرست تنها 7 کشور سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از ایران طبقه بندی شدند. فنلاند برای پنجمین سال متوالی آزادترین کشور جهان در حوزه رسانه و نروژ و دانمارک در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. آمریکا 3 رتبه نسبت به سال گذشته پایین‌تر آمده و در رتبه 49 قرار گرفته است. بازداشت چند روزنامه‌نگار که اعتراضات به کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست به دست پلیس در شهر فرگوسن ایالت میسوری را پوشش می‌دادند، از جمله دلایل این تنزل رتبه عنوان شده است. ایران از سال 2003 در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در حال سقوط آزاد است و حتی انتخاب حسن روحانی میان رو به ریاست جمهوری تأثیر چندان مثبتی بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی نداشته و سکوت او به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی در برابر سرکوب آزادی اطلاع رسانی پرسش برانگیز است. به نوشته این نهاد بین المللی مدافع آزادی بیان، رسانه‌ها در ایران همچنان توقیف می‌شوند و موج بازداشت روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در دو سال اخیر از سوی سپاه پاسداران سازماندهی شده و با همکاری فعالانه دستگاه قضایی تحت کنترل رهبر حکومت ایران دنبال می‌شود. جیسون رضایان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران، از جمله این روزنامه‌نگاران زندانی است که بازداشت او با اعتراض‌های بین‌المللی روبرو شده است. جیسون در دو ماه اول بهتره. برادرم به شدت نگران وضعیت پروندهش هست. او معتقده که بازداشتش غیر قانونی و بیدلیل محاکمش به تعویق افتاده. او از زمانی که بازداشت شده حق دسترسی به وکیل نداشته و اتهاماتش نامشخصه. گزارشگران بدون مرز نوشته است که 66 خبرنگار در سال 2014 در نقاط مختلف جهان جان خود را حین انجام وظیفه از دست دادند. خشونت علیه روزنامه‌نگاران 8% نسبت به سال 2013 افزایش داشته و سوریه، عراق، اوکراین و نیجریه از جمله ناامن‌ترین نقاط جهان برای فعالیت‌های آزاد رسانه‌ای بوده است. کوروش صحت. خب همیهنان گرامی، طبق روال روزهای پنجشنبه گفتگو می‌کنم با دکتر مصطفی دانش. دکتر مصطفی دانش رو همیهنان گرامی همه شما می‌شناسید و برای من یک موقعیت مغتنم هست که دکتر دانش با وجود گرفتاری‌های زیاد این محبت رو به من داره بعد از 40 سال دوستی که در برنامه من بیاد و وجود دکتر
دانش در برنامه من سبب شده که عده زیادی علاقه خودشون رو به این بحثای بسیار جالبی که دکتر دانش انجام میده ابراز بکنن، چه به وسیله تلفن و چه به وسیله ایمیل و فاکس. از همشون سپاسگزارم از طرف دکتر دانش و خوشحالم که برنامه من و تفسیر و تحلیل دکتر دانش اینقدر مورد توجه شما عزیزان قرار گرفت. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای ولی. این بریم بلافاصله سر مطلب. الان مدت هاست که روزنامه‌های غربی می‌نویسند دکتر دانش که القاعده معلوم شده در این چند سال گذشته علناً اعلام شده که یه عده از این شاهزادگان پرنفوذ و ثروتمند عربستان سعودی بیشتریشون در بانک‌های سوئیس به اسم القاعده به انواع و اقسام اسامی پول می‌ذاشتن و کمک مالی می‌کردن. اگر این کمک‌های مالی اینا نبود هرگز القاعده قادر نبود دست به این عملیات وسیع بزنه و یارگیری بکنه. واسم در این مورد اگر ممکنه صحبت بکنیم. ببینیم ما امروز در جنگ بر علیه داعش یعنی یکی از خطرناکترین پدیده‌هایی که وجود داره و داعش فقط فعال در عراق و سوریه نیست، باید ببینیم شاخه های داعش در آفریقا دارن فاجعه می آفرینن تا شمال آفریقا و لیبی و از طرف دیگه مصر رو در کنترل خودشون دارن، بخشی از مصر در کنترل خودشون دارن. در واقع توطئه و استراتژی که داعش و حکومت اسلامی امروز داره اینو که پای آمریکا و غرب رو به یک جنگ بسیار بسیار وسیع بکشه، آتش این جنگ رو تا شمال آفریقا باز بکنه و ائتلاف‌های زیادی مجبور بشه به وجود بیاد بر علیه القاعده و داعش. و جالبه که در همین شرایط مطالبی یا مسائلی یا موضوعاتی گفته میشه که باعث تعجب هر متخصصی است که در رابطه با تروریسم فعالیت کرده و تحقیق کرده. ببینید یکی از این مطالبی که دیروز به طور مثال واشفاش شده اینه که در سال 2002 یکی از سازمان‌های ویژه هرسگوینا یعنی بوسنی هرسگوینا در سراییوو پایتخت این کشور حمله می‌کنه به یک بنیاد مذهبی که به احتمال قوی بزرگ بنیاد مذهبی عربستان سعودی بوده. در اونجا نه تنها سلاح‌های زیادی به دست میارن و مواد منفجره، بلکه یک کامپیوتری به دست میارن که در یکی از این صفحه‌های کامپیوتر بنوشته اسامه بن لادن. یک لیستی وجود داره از 20 شاهزاده عربستان سعودی که اونها در واقع حامیان اصلی مالی القاعده بودن و بدون اونها اصلا سازمان القاعده نمیتونست رو پاش بیسته و مبارزه بکنه. و جالبه که آقای بن لادن با حتی نوشته دستی خودش چنین مطرح میکنه که این لیست یک زنجیر طلایی است، یعنی بدون در واقع این زنجیر طلایی بن لادن نمیتونسته چنین مبارزه را انجام بده. این موقعی است که 6 ماه بعد از 11 سپتامبر میگذره و بعد از سقوط طالبان در افغانستان میگذره و جالبه که آمریکا اینو امروز میدونه و در رابطه با این شاهزاده های عربستان سعودی که در بانک معروف سوئیسی به نام HSBC یعنی یکی بزرگترین بانک های معروف سوئیس، اینها همه حساب داشتن و از این حساب ها در واقع پول به القاعده میفرستادن. اینو آمریکا میدونه و آمریکا میدونه که حامیان در واقع القاعده چه کسانی بودن. و جالبه که در همین رابطه مأمور وزارت مالی آمریکا شخصی به نام استوارت لوی چنین میگه در سال 2007، من در واقع نقل قول میکنم که اشتباهی پیش نیاد، و آقای لوی در یک سخنانی مطرح میکنه که در واقع پایه اصلی و حامیان اصلی القاعده از عربستان سعودی هستند. و اون میگه اگه من قدرتی داشتم که با یک فشار انگشت یا در واقع با حرکت انگشت جلوی این حامیان رو بگیرم باید به عربستان سعودی اشاره بکنم و در عربستان سعودی این افراد نشستن. و جالب اینه که تمام این افرادی که در این لیست وجود دارن و شخصی وجود داره، یک کارخانه دار بزرگ عربستان سعودی وجود داره که در خارتوم در سودان امروزی در واقع در سالهای 1996 95 96 کارخانه دار بوده و در اونجا سلاح‌های شیمیایی برای القاعده تولید می‌کرده.
و این سلاح شیمیایی برای حمله القاعده در مناطق مختلف بوده. ما میدونیم که بعد از سال 1994 زمانی که دولت عربستان سعودی اسامه بن لادن رو از عربستان بیرون میکنه، بن لادن به سودان میره و در کنار یک چنین افراد عربستان سعودی که بسیار بانفوذ بودن، من جمله این کارخونه دار عربستان سعودی، در سودان قرار میگیره و خواهان اینه که سلاح‌های مدرن رو تولید بکنن و در اختیارش بذارن. و بن لادن تازه در سال 1996 دوباره به افغانستان برمیگرده. تمام این مسائل فاش شده و متاسفانه از این لیست 20 نفره که در این حمله به یک مرکز بنیاد اسلامی عربستان سعودی در ذریعه و پیدا میشه، یک نفر از اینا تا به حال مورد تعقیب قرار نگرفته. یعنی عاملین اصلی که در واقع القاعده را ساختن، کمک مالی میکردن و به گفته مأمور خود وزارت مالی آمریکا که این مأمور مبارزه با تروریست و حامیان مالی تروریست بوده، چنین مطرح میکنه که شاهزادهای عربستان سعودی و عربستان سعودی در واقع مرکز اصلی کمک به القاعده بوده، هیچ عملی انجام نمیشه. تمام این افراد در واقع حساب داشتن در بانک سوئیسی که من نام بردم، HSBC که بانک بسیار معروفیه. خب باید به این مطلب اشاره بکنم آقای فریدی، زمانی که مسببان اصلی، کسانی که در واقع القاعده رو به وجود آوردن، کسانی که امروز داعش و پدیده داعش رو به وجود آوردن، کسانی که امروز هم در کنار داعش قرار دارن، توجه بکنید در این لیست و گفته هایی که میشه شخصی به نام سلطان بندر ابن سلطان نقش اساسی بازی میکرده. بندر ابن سلطان کسی است که زمانی در زمان بوش دبلیو بوش که رئیس جمهور بود در آمریکا، سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود. اون همون کسیه که بعد از 11 سپتامبر، یک روز بعد از 11 سپتامبر، تمام اطرافیان اسامه بن لادن که در آمریکا بودند و سرمایه گذاری کرده بودند و شرکت‌های مختلف سرمایه گذاری بین آمریکاییان و افراد بن لادن وجود داشت، در واقع اینا رو سوار یک هواپیما میکنه و به عربستان میفرسته. یعنی با دستور و تایید خود رئیس جمهور این کار انجام میده. پس بنابراین شخص بندر ابن سلطان یک شخص بسیار مهمیه و در لیستی که حتی نیویورک تایمز ازش صحبت میکنه این شخص وجود داره. ما میدونیم بندر ابن سلطان بعداً وزیر اطلاعات عربستان سعودی میشه، در سوریه نقش عظیمی رو و سازمان‌های القاعده بازی میکنه، تا جایی که ملک عبدالله به اعتراض آمریکا، ملک عبدالله اونو در واقع از کار برکنار میکنه، اون مجبور استعفا بده به عنوان وزیر اطلاعات. و بعدها تا ملک سلمان، این شخصی که عضو شورای ملی عربستان سعودی بوده، اینا کنار میذاره. چند روز پیش ملک سلمان کنار میذاره. ولی خب یک بار دیگه باید به این مطلب اشاره بکنیم، مسببین در امان هستند. کسانی که در واقع به دام بازی شیطانی میافتند، جوانان جهادیستی هستند که مورد شستشوی فکری قرار گرفتند، مورد شستشوی مغزی قرار گرفتند، به دام بازیگران شیطانی مانند البغدادی میافتند و در واقع جون اینا در خطر میافته. ولی بازیگران اصلی که اونها هم بازیگران شیطانی هستند، در امان هستند و هیچ اتفاقی بر اونها نمیافته. دو دانشجو، یک نماینده سابق کنگره آمریکا، اخیراً یه سفری کرده به ایران و با مقامات ایرانی هم ملاقات کرده. این سفر یه سفر رسمی بوده یا یه سفر تحقیقاتی بوده یا توریستی بوده؟ چطور بوده؟ نه، سفر رسمی نبوده. این شخص ادعا میکنه که در یک کنفرانسی که برای جلوگیری از افراطی‌گری ایران ترتیب داده بوده به اون سفر رفته. ولی جملات مطالبی که میگه بسیار مهمه. ببینید، شخصی به نام جیم اسلتری، من دقیقا نمیدونم، جیم اسلتری که ایشون نماینده پیشین کنگره آمریکا، نماینده دموکراتا در کنگره آمریکا بوده از سال 1983، از سال 1983 تا سال 1995، یعنی به مدت 12 سال. و جالبه که اون سخنرانی دو روز پیش در اتاق فکری شورای اتلانتیک در واشنگتن داشته و جملاتی که میگه بسیار مهمه و به نظر من باید به اونا اشاره بکنیم. و اون اینی که مطرح میکنه که با حسن روحانی و اعضای کابینه حسن روحانی تماس داشته و جالبه که میگه آقای حسن روحانی و تمام اعضای کابینش واقعا در تلاشند تا روابط ایران با آمریکا بهبود ببخشه. یعنی در اون مشکلی که وجود داره امروز جمهوری اسلامی، میدونیم ما درباره در واقع جمهوری اسلامی و توافق اتمی زیاد صحبت کردیم و این تاییدش در تمام صحبت
کارهایی که تا به حال ما انجام دادیم. میگه حسن روحانی و کابینش میخوان به هر ترتیبی شده روابط ایران و آمریکا بهبود ببخشه. جیم اسلتری چنین میگه که دولت روحانی اگه موفق نشه، دولتی به مراتب تندتر از او در ایران به قدرت رسید. مطلب دیگری که اون مطرح میکنه و بسیار مهمه اینه که میگه دولت ایران و حکومت در واقع حاکمین ایران نگران شدید به انتخابات میان دورهی ماه نوامبر آمریکا هستند، زمانی که در واقع جمهوری خواهان در سنا و کنگره اکثریت رو به دست آوردن و اونا میگه عجیب اینا نگرانن که اینها بتونن در کار آقای اوباما خرابکاری بکنن، نذارن توافق اتمی وجود بیاد. و خوب این صحبت هاییست که حتی علی رانیجانی چند مدت پیش کرد، گفت در واقع وظیفه آقای اوباما اینه جلوی رادیکالای خودش رو بگیره، ما جلوی رادیکالا رو در ایران میگیریم. این صحبتیه که علی رانیجانی میکنه. و جالبه که این آقای جیم استرلی استناد میکنه به مقام ایرانی و نقل قول میکنم آنها عمیقا نگران این موضوع هستند که انتخابات ماه نوامبر کنگره چه تأثیری میتواند بر تلاش های بارک اوباما به منظور دستیابی به توافق اتمی به ایران بگذاره. این صحبت هاییست که اون انجام میده. و آخرین مطلبی که خیلی مهمه و ایشون مطرح میکنه، میگه اگه در واقع این توافق انجام بشه و کنگره مخالفت بکنه و در واقع اسرائیل مخالفت بکنه و کنگره و اسرائیل موفق بشن جلوی این توافق رو بگیرن، این یه فاجعه سیاسی است و چنین مطرح میکنه فاجعه سیاسی برای آمریکا هم خواهد بود. او میگه که آنها مقامات ایرانی باید مطمئن باشن که اگر توافقی حاصل میشه با آن عمل شه، بنابراین نیازمند تضمین‌هایی از طرف آمریکا هستند که چنین توافق واقعا میتواند به مرحله عمل برسد و توسط دولت اوباما اجرا بشه. یعنی دولت ایران و جمهوری اسلامی و حتی شخص خامنه‌ای آقای فرجی جام زر رو نوشیدن، اونها خواهان اینن که توافق انجام بشه. وحشت اونها از اینه که در واقع دولت آمریکا و آقای اوباما و کاخ سفید نتونن در مقابله با کنگره و کسانی که امروز در کنگره اکثریت دارن این توافق انجام بدن و تحریما رو بردارن و تحریما طولانی بشه، ده ها سال طول بکشه و جمهوری اسلامی اینو نمیتونه بپذیره. تمام صحبت های این شخصی که به ایران رفته در این رابطه است و این در تایید تمام صحبت هایی است که ما تا به حال درباره توافق اتمی انجام دادیم که من معتقد بودم و امروزم معتقدم که جمهوری اسلامی با تمام قوا کوشش میکنه این توافق اتمی انجام بشه، ولی جمهوری اسلامی میخواد تحریما بلافاصله برداشته بشه یا در مراحل چند مرحله برداشته بشه و در مرحله اول تحریم‌های اساسی برداشته بشه و این خطری است که جمهوری اسلامی احساس میکنه. ببینید شما فرصت تقریبا 4 دقیقه ای داریم، 4 دقیقه 5 دقیقه فرصت داریم و اون که راجع به یمن میدونید که آمریکا و انگلیس سفارتخانه‌های خودشون در صنعا تعطیل کردن چون حوثی‌ها تقریبا تمام پایتخت رو گرفتن و احتمال داره کشورهای دیگه هم تأثیر بکنن به آمریکا و انگلیس و اونا هم سفارتخانه‌های خودشون رو در اونجا ببنن. امروز هم میدونید که این آقای مارشال قوچلی، آقای حسن فیروزآبادی گفته بود که ما اجازه نمیدیم غرب در صنعا و در یمن دست به عملیات تعرضی بزنه و از این صحبتایی که میکنه. میخواستم در این مورد هم اگر ببینید برای عربستان در واقع یمن کشور استراتژیک تعیین کننده است. شما باید به این مطلب اشاره بکنیم که در یمن 33% اونا شیعیان حوثی هستند، در بحرین 70% از مردم شیعه هستند و شورش های بحرین هنوز ادامه داره، در خود عربستان در شمال شرق عربستان 14-15% مردم شیعه زندگی میکنن که هر روز در ضد خورد با دولت و نیروهای امنیتی و پلیس عربستان سعودی قرار دارن. پس بنابراین برای عربستان سعودی نفوذ جمهوری اسلامی در یمن تعیین کننده است. عربستان سعودی با تمام قوا کوشش میکنه که در واقع ایران چنین نفوذی نداشته باشه و ایران یمن رو به عنوان پلی برای در واقع روابط خودش با شیعیان شمال شرق عربستان به وجود نیاره، برای که برای عربستان واقعا خطرناک خواهد بود. و در همین زمینه آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی دیروز چنین میگه که عربستان به ما پیغام داده که شما یمن رو رها بکنین ما سوریه رو رها خواهیم کرد. البته کوثری میگه ما به اونا گفتیم ما در یمن نقشی نداریم، ولی واقعیت اینه که ایران نقش اساسی رو بازی میکنه و ایران در کنار حوثی
هاست نه تنها کمک‌های مالی میکنه بلکه کمک‌های نظامی میکنه. اینو چندین بار هادی المنصور، منصور الهادی، رئیس جمهور سابق یمن اینو مطرح کرده. ولی خب این مطالبی است که برای آمریکا هم خوشایند نیست، برای انگلستان هم خوشایند نیست. میدونیم که آمریکا و انگلستان دو قدرتی هستند که در کنار عربستان سعودی قرار گرفتن. در واقع حامی عربستان سعودی آمریکاست و قرارداد 1945 بین آمریکا و عربستان سعودی در واقع آمریکا تضمین کرده سلطنت و حکومت عربستان سعودی رو در این قرارداد، و آمریکا حامی اوناست و آمریکا براش خوشایند نیست که امروز حوثی‌های یمن، شیعیان یمن در صنعا قدرت به دست گرفتن، یک شورای ریاست جمهوری به وجود آوردن که در دو سال آینده حکومت گذرا رو به وجود بیارن، حکومت انتقالی رو به وجود بیارن و در واقع حوثی‌ها حکومت بکنن. و به خاطر همینم هم آمریکا روابطش رو با حوثی‌ها و یمن قطع کرده، دیروز سفارتخونه خودش رو بسته، انگلستان بسته و کشورهای غربی تمام کارمندان سفارت خودشون و سفارتخونه خودشون رو از یمن بیرون کردن، در واقع در پیروی از سیاست آمریکا و انگلستان. ما در این شرایط قرار داریم که چنین گفته‌ای اگه واقعیت داشته باشه و کوثری درست بگه و عربستان سعودی از ایران بخواد که در یمن دخالت نکنه، اونا در سوریه دخالت نخواهند کرد، این واقعیتی است. ولی من معتقدم که جمهوری اسلامی دست از این دخالت ها بر نخواهد داشت، ادامه خواهد داد به دخالت خودش در یمن. جمهوری اسلامی در واقع همون سیاستی که امروز در عراق بازی میکنه و سعی میکنه نفوذش رو تشدید بکنه، همون سیاستی که در سوریه بازی میکنه و روز به روز نفوذش رو تشدید میکنه، سیاستی که در لبنان بازی میکنه، اینا در عراق هم بازی خواهد کرد. و به نظر من منطقه آبستن حوادث جدیدی خواهد بود که میتونه برای در واقع کشور خودمون و حتی مردم این کشور، مردم ایران، بسیار خطرناک باشه. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز. خب همینان گرامی، به همینجام برنامه امروز ما به پایان رسید. با سپاس از شما که مثل تصویر من اشتباهی، بله، با تشکر از شما. ولی همینان گرامی خاطرتون باشه که من ابتدای برنامه عرض کردم واقعا باید شما به تلویزیون پارس کمک بکنید. ما در یک شرایط اضطراری هستیم. ببینید، من دارم چندین بار روی این موضوع تکیه میکنم. از نظر مالی پارس، تلویزیون پارس به مرحله بدی رسیده و این کار با کمک شما و همیاری شما و کسانی که آبونه میپردازند و فراموش کردن باید انجام بشه، چون ما راه دیگری نداریم. اگر راه دیگری بود، چرا هست امکان این که ما از منابع غیر طبیعی زیاده بکنیم هست، ولی شما مطمئن باشید که اگر اون راه رو ما میخواستیم بریم، این کسانی که در اینجا برنامه سازی میکردن هرگز در اینجا کار نمیکرد. بنابراین اینجا یه تلویزیون ملیه، یه تلویزیون مردمیه و به وسیله شما و با کمک های شما باید این تلویزیون سرپا بمونه. بنابراین خواهش میکنم تلفن بکنید و همیاری بکنید با ما. با سپاس از شما تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.